با نزدیک شدن عید سعید فطر، شماره از دکانداران در شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس از افزایش فروشاتشان طی چند روز اخیر در این ولایت سخن می‌زنند. به گفته این دکانداران، فروشاتشان در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این فروشندگان دلیل افزایش فروشات را کاهش قیمت‌ها و امیدواری‌ها از پربار بودن سال جاری عنوان می‌کنند. نسبت به سال گذشته بازار پرجوشتر به نظر می آید که تا انشالله که به فردا هرچند که بید نزدیکتر می شه بازار ما پرجوشتر می شه و به خاطر از اینکه سال خوبی آمده مردم چشم از باز شده و می توانه که یک چیزی به خوب بخره خرید ایده بکنه. سال هم خوب آمده، برندگی خوب سالی هم هست، خودان میروینی که با ما شما امیت بارندگی و همه چیزا را ارزونی هم بشد و مردم کمی دست دل هم پیدا کرده و واسطه شیرینی اینا میخرم، شکر فعلا خوبه این سال. در سوی دیگر اما افراد هم در این ولایت وجود دارند که هیچ آمادگی برای تجلیل از عید پیش رو نگرفتند. این افراد که تنها دغدغه آنان پیدا کردن لقمه‌نانی برای خانواده‌هایشان است میگویند که فقر اقتصادی و نبود کار سبب شده است تا نتوانند از این ایام تجلیل کنند. آنان انتظار دارند که افراد خیر و نهادهای مسئول دست نیازمندان را گرفته و با آنان کمک نمایند. آمادگی نداریم، کار غریبی نیست، ما چیزی نداریم که آمادگی بگیریم. کار غریبی نیست، ما در مورد کار غریبی شو، چیزی شو. مسلمانم دامو کمک کنم، کمک به خود نه، نه از خود مخش دارد، خود مخش کمک. مسلمانی که مردمی کارگر مستحق به بزرگ کمک کنه که منم یک اندازه سرپرستی چه و یک مقدار شیرینی تهیه کنه. با این همه عالمان دین در بادغیس بر تعاون و همکاری تاکید می کنند. با گفته این عالمان دین، کمک کردن به افراد نیازمند در ماه رمضان اجر عظیمی داشته و اغنیا باید دست فقرا را بگیرند. به عنوان شکرانه این نعمت‌های پروردگار توصیه ما ای که به فقرا و به مساکین کمک بکنند، در دستگیری اونها را بکنند، یتیم‌ها را نوازش بکنند، به وزن‌ها را تسلیت بدین، کمک بکنند که انشاءالله اینجا میشه که ما ادای شکرانه پروردگار تا به حدی که توان داشته داریم کرده باشیم. عید فطر و عید قربان از مناسبت‌های دینی است که همه ساله مسلمانان در سراسر جهان از این ایام تجلیل می کنند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.